دوستان درود، روزتون خوش. اینجا تقریبا نزدیک ساعت 12 وسط روز، ما یه کار اداری داشتیم بالا شمال جزیره تو لاس پالماس، بعد گفتیم بیایم یه جای متفاوت که راستشو بخواین تا حالا خودمون هم نیومده بودیم، ولی این ساحل یه مقدار متفاوته از ساحلای دیگه جزیره که حالا براتون توضیح میدم کجا قرار گرفته و شرایطش چیه. یه مقدارم باده، ما از پایین که میومدیم از ماس پالماس میومدیم از جنوب، خیلی گرم بود، لباسامون هم تابستونیه، ولی اینجا یه مقدار باد میاد. البته گرمه ولی خب باد داره، به خاطر اینکه این قسمت یه مقدار کوهستانیه و ساحلش هم صخره‌ایه که حالا براتون فیلم میگیرم و توضیح میدم. خب من دوربینو برمیگردونم. این ساحل اسمش ال کنفیتاله و از سنگای کنفیتال، یعنی در واقع یه سنگای سفید آهکیه که مثل صدف مانند میمونه، به خاطر اینکه این ساحل یه ساحل صخره‌ایه و مثل ساحلهای دیگه حالت شنی نداره. خود چیزش هم، خود لب ساحلش هم با قلب سنگه و اطرافش هم تقریبا کوهستانیه و یه غارم اون بالا داره که حالا ببینم میتونم زوم بکنم شما ببینید. خب فکر میکنم الان بتونید اونجا رو ببینید، یه قاره و اون بالا فکر میکنم یه حالت صلیب، اگه باز بیشتر از این نمیتونم زوم بکنم، میبینید یه مسیر پیاده روی داره که مردم از این مسیر میرن بالا و از اون بالا خیلی ویو خوبی داره روی کوه. اولا براتون توضیح بدم، حالا من میرم پایین از این مسیر میرم سمت ساحل که هم شما ببینید هم من توضیحات هم بدم. اینجا شمالی ترین ساحل جزیره است، بعد که میبینید ویوش همون ساحل پایین و که خود شهر لاس پالماس و ساحل اصلی بزرگترین ساحل اینجا که لاس کانتراس، اون دفعه براتون فیلم گرفتم، از اینجا کاملا مشخصه. یعنی یه جوری مثلا از بالای کوه میشه گفت بام لاس پالماسه، همه ویو شهر زیر پاتون از بالای کوه. البته از اینجا هم لب ساحل هم میبینی که خیلی خوب همه جا مشخصه. اینجا بهش میگن لا ایسلتا، یعنی این جزیره قناری که خودش یه دایره است. خب بعد شمال شرقیش یه جزیره کوچولویه که با یه مسیر باریک به اصل جزیره وصل شده. خب به این جزیره میگن لا ایسلتا، یعنی جزیره کوچولو. خب ما الان اونجا هستیم، یعنی تو اون جزیره کوچولوئه که بالا شمال شرقی جزیره قرار گرفته و با یه باریکه به خود جزیره وصله. خب بنابراین این شمالی ترین ساحل جزیره میشه که میبینید الان کفش رو میبینید، ساحل شنی نیست، حالت سنگای آهکه و یه سری سنگای ریز حالت مثل حلزون مانند، سنگای سفید آهکی که اسم کنفیتال رو از همین در واقع گرفتن و میبینین اینا بیشتر از همین فرسایش گدازه های آتش فشانی تشکیل شده. میبینید چقدر این فرسایش آب و خاک چقدر زیبا و طبیعی درست کرده اینجا رو، واقعا خیلی زیباست اینجا، خیلی منظره فوق‌العاده است. البته 2 کیلومتر طولشه، ببینین از اون بالا همینطوری میتونیم بیاین تا پایین و از این مسیرم، اون مسیر پیاده روی رو اگه نشونتون بدم ببینید، از این مسیر پیاده روی همینطوری میره تا بخوره به داخل شهر لاس پالماس و اون یکی ساحل پایینی که بهش میگن لاس کانتراس که همون ساحل شنی که بزرگترین ساحل جزیره هستش. خب من همینطوری ادامه میدم و براتون هم فیلم میگیرم و هم توضیح میدم که اینجا چطوریه. خب
این ساحل یکی از بی‌نظیرترین منظره‌های جزیره رو داره. حالا من الان یه ذره تنبلم بچه ها، نمیخوام براتون برم بالای کوه، ولی شاید دفعه بعد پهبادمونو که جدید گرفتیم، هنوز دستم باهاش راه نیفتاده که بخوام باهاش فیلم برداری کنم، ولی دفعه دیگه قول میدم تمرین کنم که اون بالاها رو براتون فیلم بگیره که حداقل تنبلی خودم رو جبران بکنه. چون که اینجا میگن یکی از بی‌نظیرترین منظره های روبه خلیج رو داره و کل شهر زیر پاتونه از اینجا، و مسیر پیاده روی هم که میبینید میره داخل شهر و بخشایی از این مسیر اونطوری که من عکساشو تو اینترنت دیدم خیلی زیباست و خیلی منظرهای قشنگی داره، چون از داخل کوه رد میشه تا میره به شهر میرسه. هوا یه مقدار باد داره ولی اصلا سرد نیست، خیلی عالیه. یه چیز جالبی هم که بهتون بگم، اینجا مثل بعضی شهرهای مثلا تو آمریکا و کانادا ساحلا خیلی خصوصی سازی شده. یعنی اصلا مثلا شهر ونکوور که ما بودیم، دور تا دور ونکوور پل ساحل دیگه، یعنی در واقع ونکوور هم حالت کاملا بغل اقیانوس قرار گرفته و باید شما وجب وجب ساحل بتونید ببینید، ولی مثلا وقتی میبینی توی گوگل مپ نگاه میکنی میبینی بغل ساحلی ولی ساحل هیچی نمیبینی، به خاطر اینکه از بس خصوصی سازی کردن کارخانه جا، شرکت ها یا خونه های خصوصی اونجا مجوز دادن و شخصی سازی و بانبازی و یا همون چه میدونم رانت خاری اونقدر زیاده که ساحل ها برای عموم در دسترس نیست. ولی کار خیلی خوبی که اسپانیا میکنه به هیچ عنوان اجازه نمیده که ساحلا شخصی بشه. ساحلا یعنی جاذبه های طبیعیشو همه رو در واقع دولتی هستش، کسی اجازه ساخت و ساز لب این ساحلا رو نداره. جالبه که بدونین که تقریبا تا یه 20-25 سال پیش اینجا ساخت و ساز کرده بودن، یه عده خونه سازی کرده بودن لب ساحل که اینا رو بعد که شهرداری متوجه میشه همه اینا رو جمع میکنه، خونه ها رو به داخل شهر منتقل میکنه و اینو اینجاها رو مسیر پیاده روی میزنه و یه سری اینجا کلبه و آلاچیق و یه سری امکانات تفریحی درست میکنه که اینجا از حالت از دسترس شخصی خارج بشه و برای عموم، برای دسترس عموم آزاد باشه. و اینجا میبینین که جزایر قناری تقریبا 130 ساحل داره و یه عالم مثلا باغات و جنگل ها و در واقع چیزای طبیعی دیگه ای که داره همه قابل دسترس عمومه. اینطوری نیست یکی بره برای خودش اونجا ویلا بسازه، مثل شمال ما که الان آقازاده همه چی رو خراب کردن و هر کی برای خودش هر جا دلش میخواد یه ویلا میسازه. اینطوری نیست. خب من الان این مسیر پیاده روی دارم میرم بچه ها، پاسه او یا همین مسیر پیاده روی که میبینید یه مقدار تازه شروع مسیره و میبینید که چقدر ویو دریا از بالای این قشنگه. تقریبا 10 کیلومتری مسیر هست تا پایین تا برسیم به اونجایی که شهر هستش. میبینید تا اون قسمتی که خود شهر لاس پالماس هستش این مسیر همینطوری تا اونجا میره که من قرار نیستم تا اونجا برم. راستش فقط میخوام از اینجا ساحل رو یه مقدار براتون بگیرم که ببینید چقدر زیباست، ببینید ویو خود ساحل و این صخره های اطرافش خیلی قشنگه.
ولی ساحلش فکر میکنم تا جایی که خوندم اطلاعاتی که زده بود در موردش توی این ساحل شنا کردن ممنوعه، ولی قایق سواری خیلی میکنن. خب اینجا هم یه مسیری وایستده که مثلا رهگذرا اینجا وایسن و ویو رو از اینجا تماشا بکنن. خیلی جای قشنگی درست کردن که خیلی عکس گرفتنیه. خب و میبینید که چقدر زیباست از اینجا. صحبتم بریده شد، این زیبایی اینجا منو گرفته و نمیتونم ادامه بدم. آره اینجا شنا کردن ممنوعه. البته میبینم چند نفر هستن، ولی من دیدم که تو اینترنت خوندم اطلاعاتی که راجع به این ساحل زده بود نوشته بود که اینجا شنا کردن ممنوعه کرده شهرداری، ولی اینجا بچه ها یکی از بهترین ساحلاییه که برای موج سواری، چون که میگن جزر و مدش طوری هستش که برای موج سوارای حرفه‌ای خیلی مناسبه و هر سال هم مسابقات جهانی موج سواری اینجا برگزار میشه توی این ساحل. اینجا دیگه گفتم شمالی ترین قسمت جزیره، یعنی از خود اصل جزیره هم بالاتر، اون جزیره کوچولو کوچولوئه که شمال شرقی قرار گرفته، این در اونجاست و اینجا توریستی نیست. میبینین که خلوته، با اینکه الان تابستونه و همه ساحل ها شلوغه، ولی این ساحل خیلی خلوته. میبینین هستن آدم ها یه ده اونجا دارن مثلا ماهیگیری میکنن. ماهیگیری هم باز اینجا مجوز میخواد ولی اجازه میدن. بعد و میبینین که جمعیت کمه چون اینجا ساحلش توریستی نیست. و حالا بالاتر از اینجا بچه ها میخوره یه قسمتی که داخل شهره، همین لا ایسلتا میخوره داخل قسمت محلیش. اینجا همه محلی هستن، توریست کمتر اینجا میاد، کاملا بومی هستش. که حالا ما بعد از ساحل میرم که جادش هم خیلی زیبا بود. جادش یه حالت پیچ تو پیچ و مار پیچ بود مثل جاده چالوس. اونجا هم براتون میگیرم حتما ویدیوش رو که ببینید چقدر منظرهاش قشنگه، ولی هنوز زیاد بکنم توسط توریستا کشف نشده، یا شاید به خاطر اینکه ساحلش چیزه، یا شاید به خاطر اینکه ساحلش شنی نیست و برای توریست ها راحت نیست، یا شاید هم به خاطر اینکه دسترسیش از شهری مقدار سخت‌تره توریست کمتر میاد اینجا. خب من رسیدم اینجا بچه ها، از اینجا دیگه میخوره داخل شهر، شهری که بیشتر همین بومیای اینجا زندگی میکنن داخل کوچه پس کوچه ها. که حالا ما از اینجا میریم اون طرف یه نهاری میزنیم و بعد برمیگردیم خونه. ولی ببینید که چقدر از این بالا زیباست. خب یه اطلاعات دیگه هم که راجب این جزیره بهتون، راجب این ساحل بهتون بدم، اینم باز توی اینترنت در مورد این ساحل خوندم، این بود که این جزیره لباس پوشیدن اختیاریه، یعنی جز ساحلایی هستش که شما میتونی بدون لباس، که اصطلاحاً اینجا بهش میگن نوتریستا نودیستا، یعنی مثلا طبیعی، لخت طبیعی، مثلا همون لخت مادرزاد خودمون، یعنی میتونین بدون هیچ لباسی اینجا باشین. ولی خب میبینید که همه کسایی که اینجا هستن لباس دارن، اکثرا اومدن یا از مسیر پیاده روی استفاده کنن یا بعضی ها ماهیگیری میکنن و بعضی ها هم لب ساحل دراز کشیدن. البته امروز یه مقدار ابریه، گفتم بهتون پایین خیلی گرمه، همیشه آفتابه، ولی بالای جزیره عموماً اینطوریه که عموماً ابریه. ما هر وقت میایم یه دو سه درجه خنک‌تره از پایین. این جزء ساحل هایی هست که میگم میشه بدون لباس بود اینجا. البته ساحل جزیره ما فقط خود گران کاناریا 130 تا
ساحل داره که 10 تاشون به این حالته، یعنی لباس پوشیدن لباس نپوشیدن یعنی آزاده توش. 10 تا ساحل اینطوری داره که این یه دونه از اوناست، ولی کسی اینجا ما نمیبینیم که بدون لباس باشه. همه دارن از جاذبه های طبیعیش استفاده میکنن که خیلی هم زیباست. پایین تر از این که میبینید شهره و میخوره به خود شهر اصلی لاس پالماس که پایتخته، و بالاتر از این هم میخوره به مسیرهای کوهستانی و جنگل. و راستی بالاتر از این یه دونه قسمت نظامی هم هست، یه سایت نظامی هم هستش که اونجا دیگه ورودش ممنوعه. خب بچه ها، من امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و این پدر و پسر ما هم دائم زنگ میزنن، به خاطر همین من دیگه کم کم از اینجا برمیگردم. خیلی خب، از همین مسیری که اومدیم برمیگردیم پایین که یه بار دیگه این مسیر رو بهتون نشون بدم که چقدر جذاب و زیباست. یه مقدارم اون چه مه گرفتگی داره که خیلی خوشگله. جالبه براتون بگم بچه ها، این جاهایی که براتون میرم و فیلم میگیرم، بعضی جاهاش خب خودمون هم اومده بودیم قبلا، ولی خب مثلا همینجوری دیده بودم و اطلاعاتی در موردش سرچ نکرده بودم، ولی حالا که الان تصمیم گرفتم که این برنامه رو شروع کنم، دیدم که برای خودم هم خیلی خوبه، کلی اطلاعات جدید میگیرم و هر جایی که میرم حداقل یه چیزایی هم در موردش یاد میگیرم. بعد و خب بعضی جاها رو مثلا نرفته بودم، مثلا همین ساحل رو ما همیشه تا لاس پالماس خیلی وقت کار داشتیم، کارو داریم بر اون ور، ولی این بالا جزیره کوچولو رو تا حالا نیومده بودیم. چرا؟ البته یه بار، چون اون طرف سمت راستش، سمت شرقش، یه بخشیه که مال تمام برندهای فروش ماشین اونجا هستن، نیسان و تویوتا و سوزوکی و یه ردیفی خیابون کامل از بالا تا پایین شرکت‌های خودرو هستش. یه بار اونجا رفته بودیم برای خرید خودرو، ولی دیگه اینجا لب ساحلش رو نیومده بودیم که بعد امروز اومدیم اینجا کار اداری داشتیم، گفتم که حداقل اینجا هم بیایم که نزدیکه، که هم خودمون ببینیم هم برای شما فیلم بگیرم. خب میبینید که جمعیت هم کم کم داره میاد. و خیلی ها همینجوری دارن پیاده میرن از این مسیر تا شهر. موجاش خیلی زیباست، طبیعتش خیلی زیباست و اون مه گرفتگی اون تا هم خیلی زیباییش رو بیشتر میکنه. امیدوارم که دوربین این جاذبه های اینجا رو کامل بتونه براتون نشون بده، چون که من بعدا این فیلم ها رو باز، یعنی الان چون دوربین صفحش کوچیکه و من خیلی دقیق نمیتونم میبینم که چی دارم میگیرم، ولی خیلی با جزئیات خب نمیدونم ببینم چون صفحه کوچیکه، ولی بعدا میتونم روی تلویزیون که میبینم، میبینم که نه بعدم نگرفته، خوب گرفته. خیلی خب، اینجا هم یه مقدار توضیح داده در مورد زندگی کف دریا و حیواناتی که اینجا هست و گیاهانی که کف دریا هستش توضیح داده، و این هم که باز خود ساحل میبینید که چقدر زیباست. خب بچه ها، کم کم من دارم به پدر و پسر عزیزم نزدیک میشم، ازتون بدرود میگم،
من خیلی اینجا زیاد دوست دارم به خاطر اینکه نسبت به اروپا که هیچ سنخیتی با فرهنگ و آب و هوا و طبیعت ایران نداره، اینجا خیلی به ایران عزیزمون نزدیک. آب و هواش، فرهنگش، خورد و خوراکش، مردمش، همه چیزش خیلی به ایران نزدیکه. برای همین من و همسرم اینجا رو انتخاب کردیم و واقعا ازش لذت میبریم و امیدوارم شما هم از اون جواهری که تو دستتونه، ایران عزیزمون، لذت کامل رو ببرین. چون که تصوری که میشه نسبت به اروپا، تصوری که به ما میدن، تصور واقعی نیست. خود من گشتم، خیلی جاها رو گشتم تا بالاخره به این نقطه رسیدم که انتخاب کنم اینجا زندگی کنم، چون اروپا یک کاملا سرد و تاریک به مذاقم خوش نمیاد و اون قاره هم که دیگه کلن اسمشو نیاد، نه امنیت هست، نه امنیت آینده، نه امنیت فکری هست، نه امنیت روانی، نه حتی آدم میتونه برای آیندهش با اون مالیات ها و با اون سیستم خشن، نمیشه برای آینده خودش و بچهش حتی نمیدونه که زنده هست یا نه. حتی شما بچهتون رو تو قاره آمریکا وقتی میفرستین مدرسه، نمیدونین از مدرسه برمیگرده یا نه. خیلی امنیت پایین هست، ولی اینجا جزیره خدا رو شکر همه جا امنیت هست. و میگم به غیر از زیبایی، حالا بعضیا فقط چهار تا عکسای طبیعت این بر اون بر اروپا یا آمریکا رو میبینن خوششون میاد، ولی به غیر از طبیعت یه طرف، سیستم از همه مهمتره. سیستم آموزشی، سیستم پزشکی، سیستم مالیاتی، همه اینا برای اینکه شما یه جا رو برای زندگی انتخاب کنی خب خیلی مهمه. که برای من نه اروپا جذابیت داشت نه آمریکا و کانادا. به نظر من هر دوتاش ایرادات خودشو داره. آمریکا و کانادا که دیگه خیلی وحشتناک‌تر، اروپا بهتر، ولی بازم با اون وضعیت آب و هوا و با اون وضعیت سیستم بسته، من ترجیح دادم که اینجا رو انتخاب کنم، چون در ایران عزیزمون امکانشو ندارم. خب بچه ها، من این مسیر تا بالای دماغه این ساحل میره و میگم بالام، اون بالام که از اینجا بعضی ها مسیر هستش که میرن و یه غار هست اون بالا و یه حالت چیز هست، یه نقطه‌ای که منظره رو از اون بالا میشه بهتر دید، که من یه مقدار تنبلم برای بالا رفتم. برای همین دیگه باهاتون بدرود میگم. خب بچه ها، باهاتون بدرود میگم. ما الان میریم توی شهر که یه نهار بخوریم. مسیر جاده رو براتون میگم که خیلی قشنگه و از رستورانش هم که ما الان رفتیم بالا خیلی ویو قشنگی داشت، از اونجا هم براتون ویدیو میگیرم. مراقب خودتون باشین، از زندگی لذت ببرین، خوب و خوش باشین. بدرود.